انتخابات پارلمانی امسال مراکش روز جمعه 25 نوامبر در حالی شروع شد که این کشور نیز بی تاثیر از جنبش بهار عرب نبوده است. برگزاری انتخابات امروز محکی است برای دموکراسی و آزادی بیشتر در این کشور پادشاهی اما بسیاری برگزاری انتخابات پارلمانی را باعث ایجاد تغییرات بنیادی در کشور نمیدانند. نتیجه انتخابات را دو حزب قدرتمند تعیین خواهند کرد حزب عدالت و توسعه به رهبری عبدالالا بن کیران که حزبی اسلامگرای میانه رو به شمار می رود و امیدوار است همانند آنچه که در تونس روی داد بیشترین آرا را کسب کند. رقیب اسلام گرایان معتدل اعتلاف هشت حزب لیبرال به رهبری صلاح الدین، مزوار وزیر اقتصاد و دارایی است انتظار نمی رود هیچ کدام از این دو دسته حتی در صورت به دست آوردن اکثر کرسی های پارلمان بتواند به تنهایی تشکیل دولت دهد و ناگزیر از ائتلاف خواهد بود با آغاز جنبش های عربی محمد ششم پادشاه مراکش بخشی از اختیارات خود را واگذار کرد اما هنوز در بسیاری از مسائل حرف آخر را می زند.